تمامی انتظارا به پایان رسید. مستند امروز مستند این چهره است. فرانسیس انگانو. کسی که اگه بهت یه ضربه بزنه حتما خواهی مرد. یکی از ترسناکترین سنگین وزنهای تاریخ. وقتی که صحبت از فرانسیس انگانو میکنی صحبت از قدرت میکنی. کسی که تونسته بود خیلی از فایترهای بزرگ دنیا رو شکست بده. امروز مستند کاملش رو میخوایم صحبت کنیم در مورد این فرد که از کجا به کجا رسید. این مستند رو از دست ندید و تا آخر برنامه با ما همراه باشید. یکی از عجیب ترین مستندهایی که تو زندگیتون دیدین. فرانسیس انگانو، این شهره که به قله فایت رسید، اما از کجا اومده؟ فرانسیس انگانو از یکی از روستاهای بسیار بسیار فقیر کامرون اومده، جایی که بسیار بچگی سختی داشته، کودکی بسیار سختی داشته که کامل براتون توضیح میدیم. حتی آرزو اینو داشته که یک زندگی طبیعی مثل بچه های دیگه داشته باشه، مثل خانواده های دیگه داشته باشه، همه خانوادهش با هم باشن، بتونه بره درس بخونه، به یک جایی برسه. اما همه اینا براش یک آرزو بوده، چون که اون سخت کار کرده. زندگیشو باید ببینید و همچنین فایتاشو براتون امروز کامل هم میذاریم و اون فایتا رو هم گزارش میکنیم. فرانسیس انگانو، کسی که تونسته بود فک خیلی از بزرگان رو بشکونه، اما هیچ کس باورش نمیشد که به اینجا بخواد برسه. این فایتر فرانسیس انگانو کمربند UFC رو تونسته بود بگیره. بالاترین سطح جهان کمربند UFC در فایتا. تمامی رقبای خودش رو درب و داغون کرده. کسی که همه مسخرش میکردن، میگفتن تو واقعا فکر میکنی که اصلا میتونی مقام بیاری؟ امروز مستند MMA در مورد فرانسیس انگانوه. یکی از اتفاقات عجیبی که در تاریخ افتاده، اونم زمانیه که 2000 نفر از آفریقایی خواستن از موراکو برن به سمت اسپانیا. این 2000 نفر وقتی که حمله کردن برای اینکه وارد بشن، بسیاریشون کشته شدن در مرز. باورتون نمیشه، بسیاری کشته شدن، بسیاری آسیب دیدن به هوای اینکه برن یه زندگی خیلی بهتر رو داشته باشن. خیلی هاشون دستگیر شدن، خیلی هاشون آسیبایی دیدن که هیچ وقت جبران نمیشه. از اون به بعد کلی مرزا رو باز سفتر کردن. اینجا نگاه میکنید که خیلی از بدنهای بی جان افتاده زمین و حتی بازم دارن ضربه بهشون میزنن دم مرز. کسایی که اومدن برای زندگی بهتر، استخوناشون خورد شده، خیلی هاشون کشته شدن. خیلی از این آسیبا هیچ وقت قابل جبران نبوده براشون. افرادی که برای این اومده بودن که زندگی بهتر داشته باشن، باورتون میشه کسی که داره این ویدیو رو میبینه خودش اینجا بوده. امروز زندگی فرانسیس انگانو داریم میگیم که خودش این تجربه رو کرده، خودش بین این افراد بوده و حالا در بالاترین سطح داره فایت میکنه و قهرمان جهانه. کسی که راه بسیار سختی رو رفته تا به اینجا برسه، کسی که از دریا گذشته، کسی که از مرز گذشته، کسی که سختی‌های وحشتناک دیده. با ما همراه باشید، کامل این برنامه رو می‌خوایم براتون بذاریم. کسی که رکورد مشتش قوی ترین مشت تاریخه، کسی که ضربش اگه بخوره به کسی در جا ناک‌اوت میکنه، با تمام این قدرتش تونسته کمربند UFC رو بگیره. ولی به راحتی فکر می‌کنید اتفاق افتاده؟ دوستانی که میپرسید چه جوری بریم UFC، یه ذره بریم در عمق زندگی فرانسیس انگانو. در روستای بسیار بسیار فقیر در کامرون، متولد 5 سپتامبر 1986، 5 روز بعد از من به دنیا اومده. و همینطور که مشاهده میکنید، جایی که به دنیا اومده جایی بسیار بسیار فقیری بوده. مادر و پدرش وقتی که 6 سالش بود از هم جدا شدن و نکته بسیار عجیب اینه که اون رو به عمش سپردن تا عمش بزرگ بکنه فرانسیس انگانو رو. کسی که تا 6 سالگی با یه خانواده دیگه، با یه دوستای دیگه، با یه زندگی دیگه بوده، یهو بدون اینکه بدون چی شده رفته توی زندگی یه جای دیگه. بچه‌هایی که تردش میکردن، زندگی سختی که داشته، راه میرفته هیچ کسو نمیشناخته، یه جایی گذاشتنش اونجا، یه مدرسه خیلی کوچیکی داشته که به بچه‌ها میتونستن درس بدن و تحصیل بکنن. ولی خیلی جالبه که خودکار نداشته، کتاب نداشته، دفتر نداشته. حتی معلمش بهش میگفتن به خانوادت بگو برات بخرن، ولی اون نمیدونستن که حتی نمیتونن براش
خودکار و کتاب و دفتر بخرن. در فقر مطلق به سر می برده فرانسیس انگانو، در فقر مطلق، و همیشه رویای اینو داشته که به یه جایی برسه، یه کاری بتونه بکنه. از سن 10 سالگی شاید باورتون نشه رفته در معدن کار کرده، کارهای بسیار سخت بدنی کرده. میدونید که معدن یکی از کارهای بسیار سخته، خیلی جاش بعد بیل میزده، کامیونا رو پر میکرده، خیلی جا حتی مجبور بوده سنگای خیلی گنده رو تکون بده. از سن 10 سالگی دوستان فشار بسیار زیادی رو تحمل کرده برای اینکه بتونه زندگیشو بچرخونه، و اینجا بازسازی اون لحظاتو داره خودش میکنه بعد از سالها که چی کارا کرده. و خب خیلی ها میشناسنش تو کامرون، میدونن این اتفاق براش افتاده، و خیلی ها میگن اصلا یکی از دلایل قدرت بسیار زیاده الانش همین کارهای سنگینه که میکرده. اینجا ازش میپرسن که از چند سالگی تا چند سالگی این کارو کردی؟ میگه 10 تا 17 سالگی، 7 سال کار سنگین کرده. پدر فرانسیس انگانو، یکی از استریت فایترهای بسیار معروف در روستاشون بوده، یعنی که دعوای خیابونی میکردن ولی نه به حالت مسابقات رسمی. دوست نداشته شبیه پدرش بشه، چون هر جا اسمشو می آوردن میگفتن هی بابا، باز دوباره این یارو اسمش اومد. می اومده دعوا را مینداخته، دعوا میکرده تو محلشون و همینجوری پول میگرفته از مردم، و خیلی هم تقاضا میکرده پدرش که بیاد تو همین کار پسرش فرانسیس انگانو. ولی فرانسیس انگانو دوست نداشته، دوست داشته یه جایی باشه مردم بهش احترام بذارن، دوست داشته یه کاری بکنه که مربوط باشه به فایت، چون دوست داشته فایت رو هم، ولی بهش احترام بذارن. برای همین راه پدرش رو انتخاب نکرد، راه قانونی این کار رو انتخاب کرد، راه پیدا کرد که بتونه بره ورزش بکنه. دستکشی به اون صورت نداشته، میتی به اون صورت نداشته، اما تمرین میکرده برای اینکه یه روزی گفته من میخوام یه بوکسور بشم. از بچگی فکر میکرده به این داستان که من یه روزی باید قهرمان بوکس بشم. با اینکه کار میکرده، میرفته توی جنگلایی که موز هستن به اونا هم کیک میزده، هم مشت میزده، کلی تمرین میکرده، از سن خیلی پایین همه مسخرهش میکردن تو محل، میگفتن تو میخوای قهرمان بوکس بشی؟ قهرمان بوکس کشورشون، حتی میخندیدن بهش، همه بهش میخندیدن. اینو بدونید، همه موفقیت ها از خندیدن شروع میشه. هیچکس باورت نداره، اما خودتو باور داری. فرانسیس انگانو از بچگی هر جا که میدیده تمرین میکرده، هیچکس فکرشو نمیکرده این اتفاق براش بیفته. یک سال تمرین کرد تا اینکه یه بیماری اومد سراغش و چند سال دور شد، نتونست ادامه بده ورزشش رو. دوباره کار سنگین کرد که بتونه پول در بیاره، زباله ها رو جمع میکرده، تمام کارهایی که فکر کنید سخت بوده انجام میداده، اما فهمیده که من زندگیم اینجوری نمیتونه بمونه، من اهداف بلندتری دارم، من باید یه جوری بکنم از این کشور، بعد از کامرون برم، بعد برم جایی که بهتر زندگی کنم، به آرزوام برسم. اینجا نمیتونم، هر چقدر کار بکنم نمیتونم. تو سن 26 سالگی تصمیم خودشو میگیره، تصمیم میگیره که من باید برم یکی از بهترین بوکسورای تاریخ بشریت بشم، فرانسیس انگانو. اینجا همه باش باز میخندیدن، خیلی از افراد میخوان اینجوری بشن، خیلی از افراد میخوان برن زندگی بهتر داشته باشن. اینجا با مایک تایسون داره صحبت میکنه، میگه من دیگه تو سن 26 سالگی تصمیم قطعی خودم رو گرفتم برم فرانسه و تو فرانسه برم بوکس کار بکنم. و میدونید که خب تو آفریقا هم خیلی از کشورها فرانسوی بلدن. چندین بار تلاش کرده بود که به اینجا برسه، اما مشکلات بسیار زیادی داشته، بسیار بسیار زیاد که براتون جلوتر میگیم. با ما همراه باشید، همچنین فایتاشو میخوایم براتون گزارش بکنیم، راههای سختی که رفته که برسه به این داستان. دوست نداره زیاد صحبت بکنن در مورد زندگیش، حتی تو فرانسه بسیار بسیار زندگی سختی داشته، مثل کسایی که بی خانمانن زندگی میکرده. اون رویای فرانسه که چه شیکی داره برای این نبوده، برای فرانسیس انگانو به هیچ عنوان نبوده. کارهای سخت بدنی انجام میداده، همچنان در کامرون بوده به فکر اینکه من چجوری میتونم برسم به پاریس، جایی که من در یک روستایی زندگی میکنم که هیچ امکاناتی نداره، چجوری میتونم برم اونجا. اولین کاری که میکنه باید خودشو به مراکش برسونه، چندین هزار مایل باید بره تا به پاریس برسه. اما راه مستقیمی نیست، راه قانونی نیست، راهی نیستش که بتونن برات فرش قرمز پهن کنن، باید خودتو برسونی به اونجا. تصمیم خودش رو گرفته فرانسیس انگارو، میخواد که قهرمان بوکس بشه، تمرینات خودش رو
ادامه میده، ولی اصلا نه به صورت حرفه‌ای. نمیتونسته به خاطر اینکه تا یه حدی بوده اونجا تمریناتش. اما مایک تایسون و فیلماشو میبینه، باورش نمیشه که این آدم تو سن 20 سالگی قهرمان شده. ما مستند تایسون هم گذاشتیم در همین کانال، میتونید برید ببینید. و واقعا براش عجیب غریب بوده وقتی مایک تایسون رو میدیده، گفته من یه روزی میخوام شبیه این بشم، من یه روزی میخوام شبیه مایک تایسون بشم. حتی الان جلوی خود مایک تایسون چندین بار اینو گفته که یکی از مشوقای اصلی من خود تو بودی مایک تایسون، خود تو بودی که باعث شدی که من تو این مسیر بیافتم و من به خودم اعتقاد داشتم و ایمان داشتم که باید شبیه تو بشم، من میتونم شبیه تو بشم. فرانسیس انگانو تو ذهنش اینها رو همه رو ساخته بود، تو ذهنش دنیای بزرگش رو ساخته بود که من میتونم قهرمان جهان بشم، میتونم برم جای خوب تمرین بکنم، میتونم با بهترین تیم‌ها قرارداد ببندم. خواسته بود، اما کجا بود؟ جای بسیار بدی بود، جایی بود وسط آفریقایی که هزاران نفر یا حتی میلیون‌ها نفر آرزو رفتن به این سفر رو دارن، اما سفری نیستش که هر کسی بتونه. خیلیا کشته میشن، خیلیا زخمی میشن، خیلیا بیمار میشن. ولی باید کند از این کشور، من باید از اینجا برم، اینجا تا یه حدی میتونه به من کمک بکنه. بنابراین مقصد اصلی مراکشه. یک سال مراکش مونده، حتی مواقعی در جنگل زندگی میکردن به خاطر اینکه پلیس مخفی بشن، از آشغال‌ها تغذیه میکردن، آشغال‌های مردم، تا بتونن از مرز رد بشن و برن به اسپانیا برسن. خیلی راه سختیه به خاطر اینکه از راه آبی باید برن، بعد از مراکش که رد شدن برسن به اسپانیا، از اسپانیا بتونه بره به فرانسه، جایی که کلی آسیب ممکنه ببینه. از همین دروازه رد شدن خیلی ها کشته میشن، خیلی ها نابود میشن. اول برنامه دیدید و به خیلی ها نمیتونست اطمینان کنه، چون خیلی هایی که دوروبرشون بودن همونا پلیسایی بودن که میفهمیدن اینا کیان و شناساییشون میکردن حتی قبل از اینکه بخوام برسن اون بر. بسیار کار سختی در پیش داشته برای اینکه بتونه از این دیوار رد شه. کلی آدم بودن که میخواستن این دیوار رد شن، 2000 نفری که همشون آمادن برای رد شدن. به سختی خودش رو رد میکنه، بعد از 7 بار تلاش 6 بار اجازه ندادن رد شه، 6 بار کتک خورده برگشته، 7مین بار رفت و 2 ماه دستگیرش کردن. وقتی که رسید به اسپانیا 2 ماه دستگیر شد و اونجا موند برای اینکه بتونه بره پاریس. بعد از اینکه آزاد شد خودش رو تونست به پاریس برسونه. تو پاریس هم به عنوان یه آدمی بود که هیچی نیست، گفت زندگی من در پاریس بدتر از زندگی در کامرون بود، جای بسیار شیک، جای زیبا، همه آدما متمول دارن از بغلت رد میشن، تو هیچی نداری، هیچی برای خوردن نداری، حتی دستکش بوکس نداری، تو خیابون میخوابی، چادر میزنی، بغل کلی از آدمایی که خونه ندارن، هوملسن، معتادن. نگاه میکردم به ساختمونا، به شهرها که چجوری اینا دارن زندگی میکنن، من کجا دارم زندگی میکنم. همه خیلی هاشون نمیتونستن تحمل کنن این زندگی رو، ولی من خوشحال بودم، قلبا خوشحال بودم، به خاطر اینکه میدونستم چه هدفی دارم. بدون هدف نیومده بودم، من میخوام که قهرمان جهان بشم، اینجا جاییه که من باید بشم. باورتون نمیشه خیلی اوقات توی پارکینگ خیابونا میخوابیده، میگه اما من خوشحال بودم به خاطر اینکه هدفم مشخص بود، ذهن من هدفم بود، فقط داشتم به اون فکر میکردم. خیلی ها جونشون رو از دست میدن تو خیابونا، خیلی ها معتاد میشن، ولی اون تو پارکینگ میخوابیده، چون اونجا یه ذره راحت تر میتونسته بخوابیده، بین ماشین های کم راحت تر بوده. بعد برای اینکه بتونه روزیشو بگذرونه دیگه، هیچی پول نداشته، رفته در جایی که غذا درست میکنن و به عنوان خیریه میدن به کسایی که غذا ندارن. خب اونجا خودش هم میتونه سعی غذا استفاده بکنه، روزی 1000 تا غذا میداده این چریتی یا خیریه بیرون که صاحبش هم ایشون بوده، آقای کارمن. و میبینه که خیلی خوب کار میکنه فرانسیس انگانو و کارش هم خرد کردن سبزیجات بوده به همین سادگی، اما خب بدن ورزیده‌ای داشته، کارشو درست انجام میداده. همونجا بهش اجازه میدن که بخوابه خیلی جا، و این گفته بود به کارمن که آقا من علاقه دارم به بوکس. کارمن هم اومد به دیکت دوستاش معرفی کرد، اینو به نام فرناندو لوپز، همین چهره که مشاهده میکنید که بزرگانی رو ساخته. ببینید اینجوری زندگی آدم یهو وصل میشه، جایی به نام MMA فکتوری در پاریس، فرناندو لوپز اینا بهش زیاد معرفی شدن. نشسته میخواد ببینه کی اومده، میبینه یکی به نام فرانسیس انگانو اومده و میگه که من میخوام قهرمان بوکس بشم. اینجا جاییه که اون میتونه پرواز کنه. فرانسیس انگانو گفت من چسبیدم دیگه، اینجا رو ول نکردم، من حتی پول نداشتم بهش پول بدم،
حتی دستکش نداشتم تمرین کنم، حتی جا نداشتم بخوابم. تمرینای منو که دید فرناندو لوپز، یه چیزایی تو من دید، اجازه داد به من که من شبا بتونم اونجا بخوابم. حداقل برای من خیلی مهم بود، به خاطر اینکه هیچ جایی نداشتم. فرناندو لوپز نگاه میکرد، میدید من تمرینام خیلی عجیب غریبه، قدرتم خیلی عجیب غریبه، اینه آدمی دارم تمرین میکنم که انگار چندین سال قهرمانه، هیچ کس باش نمیتونست درست حسابی تمرین کنه. تا اینکه اومد بهش پیشنهاد داد، گفت تو از بوکس باید بیای بیرون. خیلی ناراحت شده بود، گفت چرا؟ گفت تو باید بیای تو MMA، تو رشتت باید MMA بشه، تو تلاش خیلی خوبی داری میکنی ولی در MMA میتونی موفق تر باشی. حتی نمیدونست MMA چی هست. تمرینات MMA شو ادامه داد، چندین بار MMA تمرین کرد پیش MMA فایتر رو، و دیدن که اصلا این قدرت عجیب غریبی داره. بهش یواش یواش باورتون نمیشه، تازه دستکش دادن براش، موارد مختلف رو خریدن. اینجا دارن براش توضیح میدن که MMA چیه. میگه من تازه فهمیدم اصلا MMA چی هست، تا الان فقط بوکس رو نگاه میکردم. گفتیم اوکی، میایم MMA رو امتحان میکنیم ببینیم MMA چیه. و به نظر من یکی از بهترین اتفاقاتش براش همینجا افتاد که فرناندو لوپز تونست کشفش بکنه. و اینجا دیگه فرناندو لوپز میدونست که میتونه از این قهرمان بسازه. تمرینات سنگین خودش رو ادامه داد با فرناندو لوپز، جدا با فرناندو لوپز تمرین میکرد. اونجا قهرمانای بزرگی بودن، خود سیریل گان هم اونجا تمرین میکرد، یکی از قهرمانای UFC که فرانسویه. به مرور زمان همه فهمیدن که استعداد عجیب غریبی فرانسیس انگانو داره. فنون جوجیتسو رو بهش یاد دادن، کشتی رو تونستن باش تقریبا تمرین کنن. قدرت بسیار زیادش خیلی این چیزا رو وتو میکرد و همچنین یادگیری بسیار سریعی که داشت فرانسیس انگانو در باشگاه اون رو متفاوت میکرد از افراد دیگه. یواش یواش خواستن براش مسابقه بذارن. خیلی ریسکی بود برای فرناندو لوپزی که این همه فایتر داره اینجا، یه نفر از آفریقا اومده که اصلا نمیدونن کی هست براش مسابقه بذارن. اولین مسابقه شو 30 نوامبر 2013، یعنی 3 سال بعد از اینکه مبارزه‌شو تازه فایتو شروع کرده بود، گذاشتن براش و تونست حریفش رو آرمبار کنه. همون راند اول قدرت وحشتناکشو نشون داد، اما کسی فکرشو نمیکرد موقعی که داشت تمرین میکرد. همه فکر میکردن اون استرایکره، قدرت در ضربه زدن داره. هیچ کس فکر نمیکرد که اولین فایت فرانسیس انگانو که بعد از 3 سالم فقط تمرین کرده در پاریس با آرمبار بخواد به اتمام برسه. موهاشم اون موقع میبافته. فرناندو لوپز در MMA فکتوری خیلی از فایترهای بزرگی رو پرورونده، همونطور که بهتون گفتیم. اما فرانسیس انگانو روزی چند بار تمرین میکرد تا برای اینکه این مسابقه بخواد آماده بشه و بره این مسابقه رو انجام بده با حریفی که میخواست فایت بکنه. حریفش از اروپا بود. اون زمان اروپا زیاد اجازه فایت های MMA رو نمیدادن، هنوز خیلی جا لیگال نشده بود و قانونی نبود. فایتری به نام بنزینا اومد باش فایت بکنه که برزیلیان جوجیتسوش هم اتفاقا خوب بود، ولی در اصل بوکسور بود فایترش. اونم اصلا دیگه نیومد مسابقه بوکس بخواد بده، رفته بود که مبارزه MMA کنه، یعنی مبارزه ترکیبی، میکس مارشال آرت، ترکیب همه هنرهای رزمی، یعنی همه چی آزاده، میتونی مشت بزنی، رگت بزنی، کشتی بگیری، جوجیتسو کار کنی، بیاری در خاک تسلیم بکنی. فنونی که دارید میبینید پشت سر هم فایترهای مختلف اجرا میکنن. روز رستاخیز فرا رسید، نوامبر 2013، همون راند اول مشت محکمی رو به حریف میزنه، میارتش در خاک، کنترلش میکنه و اینجاست که دست حریف رو میگیره و محکم آربار میکنه و حریفش تسلیم میشه. اولین مبارزه، اولین برد. مبارزه بعدیش در 2014، ببینید چه مشت محکمی رو همون راند اول، چند ثانیه اول حواره صورت بیلال میکنه و تموم میکنه کار حریفش رو. دوباره ساب میشنای پیاپی در سالهای دیگه انجام میده و فقط یه دونه باخت با دیسیژن، اونم در مبارزه دومش به یه نفر میده که خیلی ها میگفتن که با دیسیژن هم نباید میباخت، اونم به خاطر بی تجربگیش بود. پشت سر هم حریفاش رو شکست میده، 5-6 تا مبارزه خوب انجام میده در فرانسه و اونجا UFC نگاه بهش میندازه، میگه این کیه؟ ما نمیشناختیمش، اصلا از کجا اومده؟ فرناندو لوپز داره بهش تمرین میده، 5-6 تا مبارزه کرده، وحشتناک هم رو نابود کرده و تموم کرده. بیاریمش تو UFC ببینیم چه خبره.
این که داره خوب کار میکنه، مشتای خوب میزنه، حریفا رو نوکاوت میکنه، ضرباش محکمه. اینجوری اونا هم نگاه میکنن، میبینین استعدادو کشف میکنن وقتی تو به یه نفر وصل شده باشی که خوب باشه. وگرنه اگه جایی باشه که نبیننت، اگر تو کامرون هر چقدر ورزش میکرد هیچگاه به این جایی که میبینید نمیرسید که اینجوری بخواد دیده بشه. مبارزشو در UFC دارن ست میکنن با چه شخصی؟ با فایتری به نام لوئیس هنریک از برزیل که خودش برزیلیان جوجیتسو کار خوبیه، فایتریه که خوب کار میکنه، حریفا رو میتونه بیاره در خاک، فنون خوبی رو اجرا کنه. اینجا 6 تا مبارزه بدون باخت داره، گذاشتنش جلوی کسی که روند بدون باختش حفظ بشه، یه جورایی بازی رو براش ساختن که متوقفش بکنن، چون شناس نیست ولی میشناسن اینجا لوئیس هنریکه. لوئیس هنریکه میاد برای اینکه یه مبارزه شیرین رو ببره، کسی که اولین مبارزه‌اش در UFC و هیچ رکوردی در UFC نداره. خودش هم فقط یه بار به دیسیژن، یه بار ناک‌اوت شده بود و بعد از اون 6 تا برد پشت سر هم داشت. مبارزه‌شون آغاز شده بود. می‌بینید که خب از این ورم فرانسیس انگانو خیلی‌ها رو شکست داده بود که تموم کرده بود کارشونو، اما در UFC نبود، حواستون باشه. نابود کرده بود، تموم کرده بود، 4 نفر رو پشت سر هم بعد از اون دیسیژن داغون کرد و تموم کرد و حالا در UFC اولین مبارزه‌اش از همین لحظه آغاز میشه. همدیگه رو که داشتن میسنجیدن، اتفاق بدی برای فرانسیس انگانو افتاد. اومد در خاک و چند تا ضربه خود راند اول رو قشنگ حریفش کنترلش داشت میکرد و پشت سر هم ضربه رو داشت میخورد، تا اینکه در راند دوم یه دونه اینجا محکم ضربه میزنه به سر و صورت هنری که ببینید ضرباتش مثل پتک مونه، تا این آپرکات محکم رو میزنه و بوم، یه ضربه وحشتناک میزنه و لوئیس هنریکه رو ناک‌اوت میکنه. فک لوئیس هنریکه میشکنه در این مبارزه. UFC نگاه میکنه در اولین مبارزه چه کرد این فایتر؟ اینجا در سطح پایین UFC داره فایت میکنه، هنوز به سطح بالای بالاش نرسیده، اما اولین مبارزه، اولین پیروزی، خیلی براش جذاب بود این اولین پیروزی. ولی خب فایتر همچین شناس عجیب غریبی نبوده. اینجا میگه تازه شروع کاره، تازه شروع کار ماست. ولی بدن رو نگاه میکنن، میبینن بدن تیکه پاره، هیکل گنده است. کامرون اومده در UFC اولین مبارزش اینجوری پیروز شده، اما UFC خیلی نامرده. اینطوری نیستش که بذاره شما نفس بکشی، یه برد خوب کسب کنی، بلا فاصله پشت سر هم حریفای خفن رو میاره جلوت میذاره. تمریناشو ادامه داد، تمریناشو در استرایکینگ بیشتر ادامه داد و بوکسشو کار کرد، تمرینای تنفسشو کار کرد، چون هنوز کار داشته، هنوز تجربه نداشته، از قدرتش داره استفاده میکنه. تمرینای مختلفش دارن میدن اما زمان نداره. UFC بلافاصله کورتیس بلید رو میذاره جلوش. در سال 2016 10 اپریل در کرواسی این مبارزه برگزار شد. یکی از فایت‌های خیلی خوب سنگین وزن، فرانسیس انگانو 29 ساله در مقابل کورتیس بلید 25 ساله‌ای که کورتیس بلید هم بدون باخت همه رو تیکه تیکه کرده بود، یکی مثل خودش درب و داغون میکرد همه رو. اومدن اینو گذاشتن جلوش که این بار فرانسیس انگانو رو هم متوقف بکنه. کورتیس بلید قدرتمند. مبارزه آغاز میشه از همینجا، همه منتظرن ببینن کی شروع میکنه. جفتشون طوفانی شروع کردن به ضربه زدن به همدیگه، اما کورتیس بلید اینجا یه ضربه بسیار محکمی میخوره به چشش و در ادامه همون نقطه رو فرانسیس انگانو هدف میگیره و پشت سر هم به همونجا ضربه میزنه. مبارزه اونقدر راحت براش نبود مثل مبارزات قبلی که انجام داد، اما با ضربه‌ای که میزد مثل پتک بود و اذیت میکرد کورتیس بلید رو. میبینید اینجا ضربات پیاپی به صورت کورتیس بلید خورده، اونم خوب داشت جواب فرانسیس انگانو رو میداد، خوب مش میزد، اینطور نبود که یک طرفه بخواد باشه. اما باز میگم قدرت مشت فرانسیس انگانو در راند دوم، اینجا برای زیرگیری میخواد اقدام بکنه، فرانسیس انگانو موفق نمیشه. باز فرانسیس انگانو ادامه میده به مشت زدن به همون نقطه و سر و صورت کورتیس بلید اینجا باد میکنه و اذیت میشه و دکتر میاد چک میکنه، میبینه چقدر این باد کردن ها زیاده، میبینه یک چشش اصلا بسته شده. پزشک مبارزه دوباره میاد چک میکنه، چندین بار تست میکنه و میگه نمیتونه ادامه بده، این نمیتونه ادامه بده، مبارزه رو تموم بکنی، چشش نمیبینه. و به علت اینکه چشش باد کرده و نمیبینه، دستش به عنوان پیروز فرانسیس انگانو بالا میره و خیلی خوشحال بوده کسی رو برده که باخت نداشته تا حالا. ولی کورتیس بلید خیلی ناراحت بود و گریه میکرد، چون اولین باخت زندگیش ثبت شده بود براش و
اینجا خب همه فکر میکردن فقط یه بوکسور خوبه در MMA، چون همه رو داره با مشت میزنه نابود میکنه. میدونید که UFC عیار شما رو نشون میده در فایت. جولای 23 در این مبارزه، در 23 جولای 2016 بویان میهایلوویچ رو گذاشتن جلوش، فایتری که همه رو قلقم میکرده، در کشورش و در اروپا قهرمان بوده، ضرباتی که میزده مثل پتک بوده، پشت سر هم به سبک فدور امیلیاننکو تا 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 بدون دفاع میمده حمله میکرده، و کسی رو گذاشتن جلوش که مبارزه خوشگل بشه، چون هم گرپلر خوبیه، هم مشتاشو پرسرعت میزنه در سنگین وزن و حریفاشو نابود میکنه. اینم 6 تا برد پشت سر هم داشت و هم اومده بود که در UFC درب و داغون بکنه فرانسیس انگانو رو. مبارزه که آغاز شد به طرف چپ و راست میچرخید و فرانسیس انگانو این بار شروع کرد به ضربه زدن. ببینید به چه صورت اوورهند اومد بزنه، نخورد به فرانسیس انگانو. در برگشت فرانسیس انگانو آپرکات مخصوص خودش رو میزنه، میاره حریفو در خاک و همر پانچای وحشتناک که مثل چکش میزنه به سر و صورت، و هربدینی که کاری نمیتونه بکنه جز اینکه مبارزه رو تموم بکنه. حریفش میگه که من میتونستم ادامه بدم، ولی سر و صورت تیکه پاره شده. و اینجا وقتی صحنه آستر رو دیدن همه مجاب شدن به این موضوع که این ضربات چکشی که بعد از این زد به سر و صورتش درب و داغون کرده بود و هوش از سرش برده بود. ببینید چه ضربه ای زد در سال 2016 به حریفش و روند برداش رو حفظ کرد و بردای پشت سرم بویان رو تموم کرد. همینطوری فایترهای مختلف رو ناامید میکنه، فایترهایی که همه میخواستن بیان قهرمان بشن. اینجا کله تو کله، چش تو چش، آنتونی همیلتون میخواد باش مبارزه بکنه. در سال 2016 9 دسامبر مبارزه در نیویورک قراره برگزار بشه. همیلتونی که بوکس خیلی خوبی داره، اوورهندای خیلی خوب میزنه، حریفاشو قلقم میکرد، اونم بردای پشت سرم پیاپی داشت. افراد سختی رو یواش یواش دارن جلوش میزنن، ولی هنوز تو تاپ 10 نیستن. فرانسیس انگانو مبارزش آغاز میشه، حریفش میخواد های کیک بزنه، خوب میبنده، میارتش در خاک. اینجا ببینید چقدر قشنگ تونست سویش بکنه و بلند بشه، اما متوجه شده بود همیلتون که این فقط گرپلر بعد بکنیمش، باید اینکه گرپلینگ نکنیم با مشت میزنه. اما اینجا ورق برگشت، دست همیلتون رو گرفت، بلندش کرد، آوردش پایین و همیلتون رو اینجا ببینید با چه فشار زیادی کیمورا رو بهش اجرا میکنه تا چشا همه باز شه که این فقط بوکسور نیست. گفته بود من فقط بوکسور نیستم، من تمرینای برزیلین جوجیتسو هم میکنم. همیلتون تمام استراتژیش این بود که بیام گرپش بکنم، کشتی بگیرم باش، اما دقیقا از همونجا خورد از فرانسیس انگانو. گفت من بلدم این فن رو، دارم تمرین میکنم. اینجا UFC بهش یه نگاه ویژه کرد، این فقط بوکسور نیست، این MMA هم بلده، داره فنون رو اجرا میکنه که دقیقا مستقیم برای MMA. اینجا بهش بونس هم دادن، $50,000 بهش دانا وایت داد به عنوان نمایش زیبای شب. و حالا دیگه یواش یواش فایترهای معروفی رو میخواد. UFC هم نامردی نمیکنه، کسی رو میذاره جلوش به نام آندره اولوفسکی. میگه این همه فایتر رو شکست دادی، من آندره اولوفسکی رو میذارم جلوت. اما تمرینای سنگینه که فرانسیس انگانو از بچگیش کرده بود، تمرینای رو راحت کرده بود براش که بتونه راحت برگرده، بدنش عادت داشته به فشارهای بالا، تمرینای پیاپی خودش رو ادامه میده. در 28 ژانویه 2017، یعنی چند، یعنی تقریبا یک ماه بعد از مبارزش با آندره اولوفسکی قراره مبارزه بکنه. اینجا دیدید که چجوری در اولی مبارزه آپرکات زد و حریفش رو تموم کرد، و بعدش چجوری حریفش رو هامر پانچ زد و بعد سابمیشن. به حال آندره اولوفسکی یک ماه بعد از مبارزه آخری که کرده، فقط یک ماه، آندره اولوفسکی رو قبول میکنه، کسی که بسیار فایتر خوبیه، با بزرگانی فایت کرده، بیگ فوت سیلوا رو تونسته نابود بکنه. آندره اولوفسکی نگاه کنید، بیگ فوت سیلوا که فدور امیلیانکو رو شکست داده بود چه جوری ضربه بهش میزنه و تمومش میکنه. مبارزه آغاز میشه، ولی از شانس بعد آندره اولوفسکی بوم، مثل موشک این ضربه بهش میخوره و فک آندره اولوفسکی رو هم میشکونه فرانسیس انگانو، و پشت سر هم شروع میکنه ضربه زدن و همینطوری روی سجده میمونه آندره اولوفسکی. و فرانسیس انگانو همون راند اول مبارزه کارو تموم میکنه، تا اینکه چشمان UFC بیشتر باز بشه به این فایتر بزرگ. دیگه میگه آقا من جز تاپ 10 میخوام یه نفر رو، جز 10 نفر برتر رو میخوام،
نامردی نمیکنه یو اف سی. کیو میذارن جلوش؟ میخوان یکی از بهترین فایترهای تاریخو بزنن، کسی که قهرمان استرایک فورس بوده، کسی که قهرمان گرند پیکس بوده، کیوان بوده. میشناسینش؟ تمامی فایترها میشناسن، مردمم میشناسنش. آلیستر اووریم، مبارزه در یو اف سی 2018 در سال 2017 2 دسامبر برگزار میشه، یک سال بعد از آخرین بازیش. با اینکه بوم، باز دوباره این همون ضربه‌ای که به آندره اولوفسکی زد، اون آپرکات وحشتناک خودش رو به آلیستر اووریم میزنه و کسی که تمامی افراد رو ناکاوت میکرد، یک ناکاوت وحشتناک میشه که عکس تمام پوسترهای یو اف سی شد. بوم، این ضربه، ضربه‌ای که داغون کرد آلیستر اووریم، کسی که قهرمان تمامی فایت ها بوده، تمامی سازمان ها بوده. این عکس همه جا پخش شد که آلیستر اووریم رو هم ترک کن، راند یک هم ترک کندش، دیگه همه رو مجاب کرد برای اینکه بره برای کمربند. باورتون میشه؟ برای کمربند میگه من آمادم برای کمربند. یو اف سی هم میبینه آقا این بزرگانی رو راند یک شکست میده، دیگه باید بذاریمش با کسی که نفر اول یو اف سی در سنگین بس، کسی نیست به نام استیپ میوچیچ، کسی که همه اینایی که انگانو زده رو زده نابود کرده، کشتیش خوبه، بوکسش خوبه، هوش بسیار بالایی داره و از همه مهمتر دقت ضربه زدنش که بی‌نظیره. فرانسیس انگانو رو دعوت کردن به آکادمی تستای یو اف سی، کاری که من قبلا هم انجام دادم و در تست و در کانال پزشکیمون میذاریم، همه اونا رو ببینید. ضربه مشتش رو تست گرفتن، دیدن ضربه مشتی که فرانسیس انگانو میزنه باید شبیه به همون مبارزش باشه، بنابراین گفتن یه آپرکات و یه اوورهند، دو تا ضربه‌ای که اونجا زده بود پرقدرت. باورتون نمیشه، رکورد تاریخ بشریت رو تو محکمترین مشت تاریخ شکوند فرانسیس انگانو. قبل از اون برای تایرون بود، همین چهره که مشاهده میکنید، با 114,000 واحد ضربه تایرون و ضربه بسیار سنگینه بود، اما فرانسیس انگانو ضربهش 129,000 واحد شد و تونست بشکونه رکورد تایرون سپون رو که 114,000 تا بود. با اقتدارم شکون، بد جورم شکون و شد محکمترین ضربه مشت تاریخ فرانسیس انگانو. تست ویوتو مکسش هم خوب بود، اما نه نسبت به بقیه فایترها. دقیقا مشکلش همین ویوتو مکسش بود دوستان، که حالا در مورد پزشکیش در همون کانال پزشکی دکتر نیکو براتون توضیح میدم. ضربه مشتش مثل یه جورایی ضربه ماشینیه که بخواد به یه فرد بخوره، یه ماشین کوچیک. و میبینید اینجا جو روگن تعجب میکنه فاصله رکوردش با نفر دوم، که بسیار فاصله زیادیه. اینا همه قبل از مبارزش با استیپ میوچیچ بود. استیپ میوچیچ قرار مبارزه بکنه باش در 20 ژانویه 2018 در ماساچوست آمریکا، کسی که تونسته بود خیلی ها رو ناکاوت بکنه، کمربند یو اف سی دستش بود و بسیار بسیار خوب دفاع میکرد از کمربند سنگین وزن خودش استیپ میوچیچ. اما از این ور ببینید چه ضربه اینجا زده بود به آلیستر اووریم، و چهره آلیستر اووریم رو نگاه کنید که درب و داغون شده، خیلی از فایترها رو شکست داده. چه کاری کرد با آندره اولوفسکی؟ استیپ میوچیچ میگه که من برنامه ویژه‌ای دارم برای شکست فرانسیس انگانو. درسته اون پرقدرته، درسته خیلی رو ناکاوت کرده، اما من فایتر شیش تنگتریم. مبارزای خودش رو قراره آغاز بکنه در سال 2018 فرانسیس انگانو، وارد میشه که دیگه بیاد کمربند یو اف سی رم بگیره، دیگه به همه آرزوهاش برسه. یو اف سی 220، طرفدارای استیپ میوچیچ رو میبینید، میاد دست میده و مبارزه آغاز میشه. میوچیچ چی کار میکنه در این مبارزه؟ فاصلهش رو خوب حفظ میکنه، نمیذاره ضرباتش بخوابه، در این حال نقطه‌ای ضربه میزنه، میگیرتش، میارتش در خاک و در خاک کنترلش میکنه، کلی ضربه میزنه به سر و صورت فرانسیس انگانو و چندین ران، 5 ران این کار رو ادامه میده. انقدر خسته میکنه فرانسیس انگانو رو که فرانسیس انگانو دیگه ضرباتش اون قدرت همیشگی رو نداره و نفسی نداره. ببینید به راحتی کنترلش میکنه، گرپش میکنه، میگیرتش، نگهش میداره، میاره در خاک کنترلش میکنه و اینجا تموم میشه راند پنجم. ضربات خوبی رو زده بود استیپ میوچیچ، اما با رأی متحد با اقتدار کامل استیپ میوچیچ پیروز میشه. رأی بود 50-44 دوستان، خیلی 50-44 مقتدرانه بهش قاضی ها رأی میدن،
و حقش هم بود پیروز میشه و تمام آرزوهای فرانسیس انگانو رو پاره پوره میکنه و میریزه تو سطل آشغال. استیپه میوچیچ فرانسیس انگانو میشینه صحبت میکنه، میگه که من نمایش خوبی نداشتم در این مبارزه و بعد وقتی مبارزه خودم رو نگاه میکنم حالم به هم میخوره که این چه مبارزه‌ای بود من کردم، خیلی اشتباه داشتم در مبارزم و رو نفسم باید کار کنم، روی گرپلینگم باید کار کنم، توی کشتیم باید کار کنم. نتونسته بود کمربند رو بگیره، نتونسته بود کمربند رو بگیره. اینجا امیدواره که UFC بتونه بهش یه فرصت دیگه دوباره بده. همه بهش میگن بابا تازه این اولین باختت تو کلیا رو شکست دادی، خوب فایت کردی با خیلیا، اما در این مبارزه استیپه میوچیچ بسیار بهتر کار کرد. در همون سال فرانسیس انگانو برمیگرده به کشور خودش و یه خیریه رو تو کشور خودش راه میندازه برای تمامی فایترهای کوچیکی که مثل خودش آرزو داشتن یا آرزو دارن که برسن به حدی که بتونن فایت بکنن، چون خودش نتونسته بود و خیلی از اونا رو ترغیب کرد به ورزش کردن که از خلاف دست بردارن، بیان توی ورزش، دعوای خیابونی نکنن، بیان اینجا که بتونه به کشورش هم خدمت کرده باشه و اینو تونست گسترش بده به خیلی از کشورهای آفریقا، نه فقط کامرون. و خیلی جالب بود این کارش و خیلی ها رو واقعا شگفت زده کرده بود که فردی که میتونسته تو آمریکا بمونه برگشته تو کشورش و داره خدمت میکنه به کشورش که اون کشور براش کاری نکرده بوده، در فقر مطلق بزرگ شده بوده. فرانسیس انگانو کمک میکنه به بچه ها و واقعا اونجا عاشقانه دوستش دارن، یه جورایی سوپرستار سوپرستاره. فرانسیس انگانو برمیگرده در UFC 226 سال 2018 با دریک لوئیس میخواد مبارزه بکنه، کسی که خفن ترین ناکاوت های تاریخ رو داره. دریک لوئیس همه رو میزنه در و داغون میکنه، مشتاش مینداخ همه رو، هنوزم رنگ که یکو داره توی تعداد ناکاوت کردن در کل اوزان UFC. مبارزه آغاز میشه، همدیگر رو دارن میسنجن. یکی از بدترین مبارزه های سنگین وزن تاریخ مبارزه فرانسیس انگانو و دریک لوئیس بود. جفتشون قدرت ناکاوت کردن داشتن، بسیار بسیار میترسیدن از هم، نزدیک هم دیگه نمیشدن، هی پا مینداختن چون میدونستن یک دونه مشتشون بگیره هر کدومشون میندازه هم دیگه رو. یه جورایی دوئل بود، همه تماشاگرها داشتن هو میکردن، او وحشتناک. سه راند 5 دقیقه کل ملت هو کردن و همه گفتن یکی از بدترین مبارزه‌ای بود که دیدیم. اینجا اشتباهی میکنه فرانسیس انگانو، به محض اینکه بوقو میزنن بعدش ضربه میزنه که همین ضربه بعد باعث میشه که بهش اخطار بدن و این اخطار باعث میشه که وقتی مبارزه تموم میشه دست دریک لوئیس به عنوان پیروز بالا بره به علت اون ضربه خطایی که زد و نمایش افتضاح جفتشون و بدتر از اون نمایش فرانسیس انگانو که قرار بود بعد از اون باخت برگرده. اینجا اومد نوشت برای دوستانش، برای همه طرفداراش که آقا من افتضاح کار کردم، باورم نمیشه، من باید تمرین کنم، باید عوض کنم، سیستمم عوض کنم، از همه معذرت خواهی میکنم، از مربیام، از دوستام، از طرفدارام، از همه معذرت میخوام. دنا وایت میگفتشون خیلی غرور گرفتتش، فکر کنه چه خبره، غرور خیلی زیاد داره، عزت نفسش هم کلن بعضی وقتا مشکل داره، مشکل روانی داره، باید بره خودشو درست بکنه. فایتی که کرد با استیپ میوچیچ فکر کرده بود میاد تموم بکنه کار رو، اما استیپ میوچیچ کاملا کنترلش کرد. بعد از اونم یه نمایش خیلی بدی داشت، باید بهش فرصتی دوباره بدیم یا ندیم؟ این فرصت رو بیایم به کی بدیم؟ به کورتیس بلید بدیم که یه بار یادتونه چشش باد کرد، میخواست مبارزه بکنه با دریک لوئیس، گذاشتنش در چین مبارزه بکنه. این مبارزه رو در چین قراره برگزار بکنن، مبارزه دوم کورتیس بلید با فرانسیس انگانو. کورتیس بلید گفته بود شانسی برده بود دفعه قبل منو، ضربه زده بود چشم باد کرده بود، مبارزه تموم شد، این بار ببینیم چه جوری پیش میاد. اومدم انتقام بگیرم، من میرم کمربندو بگیرم، بدون باختم، این فقط باعث شده من ببازم. اما در راند اول اتفاق عجیبی افتاد که با هم میبینیم. همون در راند اول شروع کرد به ضربه زدن فرانسیس انگانو، لوکیکای پیاپی که میزد ضربه، ولی دستش آماده کرده اینجا ببینید، بمب محکم رو میزنه به کورتیس بلید و کورتیس بلید رو گیج و ملنگ میکنه، اومده در خاک پشت زر هم ضربات پیاپی، داور دل تو دلش نیست بره مبارزه رو تمام کنه و تمام. باز کورتیس بلید شاکیه، اما دیگه دیدید چه جوری ضربه زد و درب و داغون کرد کورتیس بلید و فرانسیس انگانو و گفت من برگشتم، من برگشتم. UFC باز یه نگاه بهش کرد، دوباره یه ناکاوت دیگه،
دوباره تو راند اول شاید عوض شده. این بار باز دوباره پرفورمنس آف د نایت تو بهش دادن، دوباره 50,000 دلار دانا وایت بهش داد که نمایش خوبی داشتی. و حالا کیو بذاریم جلوش؟ کین ولاسکس، کسی که تونسته بود براک لزنر رو شکست بده، یکی از بهترین سنگین وزنای تاریخ، اما تازه از جراحی برگشته. علت اینکه آسیب دیده بود، میندازنش با فرانسیس انگانو، دو تا از بزرگترین ها، کین ولاسکس بزرگ در مقابل فرانسیس انگانو. مبارزه آغاز میشه. کین ولاسکس یکی از بهترین گرپلرهاست، برای زیرگیری میخواد اقدام بکنه، اینجا یاپرکات محکم رو میزنه بهش و میبینید چه کاری میکنه فرانسیس انگانو با کین ولاسکس و اون رو هم تموم میکنه. به همه میگه هیس، به همه میگه هیس، حالا به من دوباره بلتو بدید، من میخوام دوباره مبارزه بکنم با استیپ میوچیچ، دوباره بعد به من اجازه بدید که در مورد کمربند تصمیم بگیرم و مبارزه بکنم. اما یو اف سی میگه آقا چه خبره، صبر کن، بعد بیای فایت بکنی، بندازیمش با جونیور دو سانتوس در 2019 29 جون. یکی از فایت های بسیار مهم آغاز شد. خودش قهرمان یو اف سی بوده، قبلی هم قهرمان یو اف سی بود، هم کین ولاسکس هم جونیور دو سانتوس. اینجا اومد ضربه بزنه، پشتش شد به فرانسیس انگانو، فرانسیس انگانو هم دیگه ول نکرد و این رو هم در سجده نگر داشت. خیلی ها رو یه جوری بهشون ضربه میزنه که سجده بکنن و در سجده بمونن. تموم کرد کار جونیور دو سانتوس، گفت یو اف سی بسه، میتونم دوباره بیام مبارزه بکنم با استیپ میوچیچ. یو اف سی گفت یک فایت دیگه هم باید انجام بدی. با کی باید انجام بده؟ روزن استرایک، فایتری که بسیار پرقدرته. اما اتفاقات وحشتناکی افتاد. سال 2020 بود، کرونا اومده بود، همه جا بسته شده بود، هیچ مبارزه‌ای قرار نبود برگزار بشه، هیچ مسابقه‌ای قرار نبود برگزار بشه. چندین بار تاریخ رو عوض کردن، تاریخ‌ها متفاوت شد، چند بار مجبور شدن جاها رو عوض بکنن. هر کاری کرد دنا وایت، سازمان بهداشت نرفت زیر بار و اجازه بهش ندادن که برگزار بکنه. انقدر انداختن عقب، انداختن عقب، تمام بیزنس ها داشتن نابود می شدن، ورزشی ها وحشتناکتر. اینجا میخواست تاچی پلس برگزار بکنه، بهش اجازه ندادن، کازینوها رو بستن، هیچ جا نتونستن برگزار کنن. مبارزه همینطوری افتاد به عقب، قرار شد بدون تماشاگر برگزار بشه در 9 می 2020 با تمهیدات بسیار بسیار سنگینی که برای پروتکل بهداشتی قرار بود رعایت کنن. در 9 می بالاخره این مبارزه برگزار شد. روزن استرایک، کسی که پرقدرت در مقابل فرانسیس انگانو، این جوازیه برای مبارزه با استیپ میوچیچ. اول مبارزه پشت سر هم ضربات پیاپی رو میزنه و در 52 ثانیه، در 52 ثانیه تیکه و پاره میکنه روزن استرایکو، کسی که پرقدرت بود، کسی که اومده بود کارشو تموم بکنه، داغون شد و اصلا وای نستاد فرانسیس انگانو. مستقیم رفت و گفت حالا کمربند رو میخوام، حالا باید به مبارزه رو بدید. همه قبول کردن که دیگه باید مبارزه ریمچش انجام بشه با این برد وحشتناکی که تونسته بود کسب بکنه فرانسیس انگانو. در مقابل کی؟ در مقابل روزن استرایک. تمرینات خودش رو ادامه داد، این بار در گرپلینگ هم تمرین کرد. اینجا این بار یه جوری تمرین کرد که دفاع کشتیش هم قوی بشه. خیلی از فایترها رو شکست داده بوده. تمریناتش عوض شد، حریف تمریناش عوض شد. استرایکینگ رو بهتر تمرین کرد، بوکس رو بهتر تمرین کرد، کشتی رو بهتر تمرین کرد. تمرینات سنگین سنگین سنگین. فرناندو لوپز مثل یه پدر باش کار کرد. و آمادش کرد برای اینکه مبارزه بکنه با استیپ میوچیچ. استیپ میوچیچ اومده که مبارزه دوم رو باش انجام بده. در مبارزه اول دیدید چجوری کنترل کرد فرانسیس انگانو رو، چجوری ضربه بهش میزد، آوردش در خاک، کنترلای پیاپی، ضربه های نقطه‌ای و خستش کرد. راند پنجم رسید، تو راند پنجم هم کلی ضربه به سر و صورتش زد، درب و داغون کرده بود فرانسیس انگانو رو. در خاک انقدر به ضربه زد نفسی دیگه نداشت، فرانسیس انگانو داشت میمردن نفس. نفسش رو قوی کرد، کشتیش رو قوی کرد، مشتش رو قوی کرد و اومد دوباره سراغ قهرمان. گفته بوغ زدی باید سوار کنی، روز سوار کردن فرا رسید. 22 ژانویه 2022، استیپ میوچیچ در مقابل فرانسیس انگانو، مبارزه دومش. ماشاءالله پیرن گلگلی فرانسیس انگانو در مقابل استیپ میوچیچ قرار میگیره و شنسانه اینجا میگه که بابا
اینا مبارزه اولشون 40-50 تمامه قاضی ها دادن، هیچ شانسی نداره. چه کاری میخواد دیگه الان بکنه؟ کاملا مسلط برده بودش استیپ میوچیچ. یعنی اینقدر عوض شده این مبارزه. هم باید بدونی که مبارزه پنج راندیه و این همیشه نشون داده تو پنج راند خطر براش به وجود میاد. برای همین استراتژی گذاشت که من بتونم استیپ میوچیچ تو راندهای پایین تموم بکنم. اما دفعه قبلم میخواست این کارو کنه که نشد. مبارزه شروع میشه. این بار فرانسیس انگانو شروع میکنه حمله کردن. مشتای سهمگینشو میزنه. برای زیرگیری این بار این اقدام میکنه که همه تعجب میکنن. ولی خب نمیتونه زیر استیپ میوچیچ رو بگیره. دفاع کشتیش هم خیلی خوب شده بود و ضربات نقطه‌ای خوبی رو میزد به استیپ میوچیچ. ببینید اینجا با پاش ضربه میخورد و اگه یه ضربه محکم‌تر میخورد و خوب میخوابید همینجا مینداختش. نقطه ضربه زدنش ادامه داد و برای زیرگیری اینجا اومد ازش اقدام بکنه. استیپ میوچیچ چقدر زیبا دفاع کرد و رفت پشتش. اصلا دنیل کورمیر کف کرده بود که این کشتیش چقدر خوب شده، چقدر با استعداده، چقدر قشنگ خیمه میزنه و اجازه نداد به استیپ میوچیچ اجازه نداد که هیچ شروع کرد ضربه های پتکوار و محکم رو به سر و صورت استیپ میوچیچ زدن و راند یک رو با قدرت برنده شد. در با داغون کرد صورت استیپ میوچیچ. رفتیم برای راند دوم. اما راند دوم چه اتفاق افتاد؟ استیپ میوچیچ هم میدونید که بسیار فنیه ولی نه برای کسی که قدرت مشتش وحشتناکه و 129,000 واحد بوم ضربه رو میزنه اینجا به فک استیپ میوچیچ. استیپ میوچیچ میاد پایین و شروع میکنه پشت سر هم ضربه زدن. گیج گیجش کرده تا اینکه ضربه اصلی اینجا زده میشه و میارتش در خاک. یه هامر پانچ محکم و خدا نگهدار نمیدونه استیپ میوچیچ اصلا کجا هست و کمربند UFC رو میگیره. چمپیون آف ده ورلد اینجا قهرمان جهان میشه. به چیزی که میخواسته رسید. قهرمان رو برد. کمربند سنگین وزن UFC رو گرفته. همه اونایی که میگفتن نمیتونه تعظیم کردن براش که چه نمایش خوبی رو به اجرا کرد. چقدر قشنگ کشتی گرفت. چه ضربه خوبی رو زد. مایکل بیسپینگ هم تایید میکنه این موضوع رو از انگلیس و تونست کمربند سنگین وزن رو بگیره. حالا چی شد؟ کسی به نام سیریل گان که حریف تمرینیش بود در همون MMA فکتوری که تمرین میکردن با هم میخواد مبارزه بکنه با فرانسیس انگانو، چون فرناندو لوپز اینجا دیگه رفته، اصلا جدا شدن. فرناندو لوپزی که مثل پدر بود برای فرانسیس انگانو جدا شدن، با هم نتونستن کار بکنن و حالا فرناندو لوپز گفت من میدونم ایراداش چیاست، بهترین شاگردم به نام سیریل گانو میذارم جلوش، تو بهترین وزن خودش، تو بهترین کات خودش، تو بهترین آمادگی خودش قرار داره الان سیلینگان. کسی که تونسته خیلی ها رو شکست بده، تمامی فایترهای بزرگ سنگین وزن رو شکست داده و بعد از اینکه پیروزیش تونست کسب بکنه در مقابل دریک لوئیس و کمربند اینتریم رو بگیره، اجازه دادن بهش مبارزه بکنه با فرانسیس انگانو. چون یه داستانهایی هم قبل با هم داشتن، خیلی برای UFC مهمه این داستانه قبل. اینجا میگه من خوشحالم برات فرانسیس، اینم میگه ممنونم، منم بهت احترام میذارم. ببین حتی اینجا سلام علیک نمی کنه با مربی قدیم خودش فرناندو لوپزی که مثل پدر بود براش، نه سلام کرد نه هیچی، به سیریل گان هم سلام نکرد. اینقدر متنفر بود بخاطر اینکه گفته بود من تو تمرین تو رو ناکاوت کردم. اینجا هم بهش میگه، میگه من تو رو ناکاوت نکردم. سیریل گان به فرانسیس انگانو میگه، اونم میگه نه نکردم، من تو رو ناکاوت کردم. سیریل گان خندش میگیره، میگه بابا من ناکاوتت کردم. دوستان پرسیدیم ما هم روایت اومده ایشون ناکاوت شده، یعنی سیریل گان واقعا ناکاوت کرده در تمرین فرانسیس انگانو رو. و فرانسیس انگانو از این موضوع خیلی ناراحته، میگه این موضوع شخصی بوده، بین ما تو تمرین بوده. مبارزه‌شون روز به روز حساس‌تر میشد تا اینکه روز رستاخیز فرا رسید. 22 ژانویه 2022 این مبارزه قرار انجام بشه. دوستان مبارزه قبلی استیپ میوچیچ در 27 مارچ 2021 انجام شده بود و این مبارزه در 22 ژانویه 2022 برگزار شده. مبارزه آغاز میشه در آمریکا. ببینید برای زیرگیری همون اول سیریل گان میخواد اقدام بکنه اما نمیتونه. پرقدرت فرانسیس انگانو، فرانسیس انگانو هم میخواد بزنه تیز زمین، نمیتونه. اینا با هم چندین بار تمرین کردن، زیر و بم خودشونو حفظن، همه چی رو میدونن. اما کیک باکسینگ سیریل گان خیلی بهتر بوده، ایستاده خوب کار میکرد، فرار خوب میکرد، مثل محمد علی پاشو تکون میداد، ضربه خوب میزد،
اما فرانسیس انگانو اجازه رو بهش نمیداد. اینجا ببینید چه اسپینینگ هلکی که وحشتناکی به فرانسیس انگانو میزنه ولی نمیفته. رقص پا رو ببینید مثل سبک وزن میکنه سریرگان. فایت سختی بود برای فرانسیس انگانو. فرانسیس انگانو دل تو دلش نبود که ناکاوت بکنه. میرفت برای اینکه ببینید بلند میکنه میکوبه زمین سریرگان رو و کسی که نتونسته بودن انقدر بکوبنش زمین، فرانسیس انگانو نشون داد که کشتیش هم پیشرفت کرده و چندین بار میارتش در خاک کنترلش میکنه، ضربای خوب بهش میزنه و این کنترلا باعث میشه که نتونه کاری بکنه سریرگان و همینطوری امتیازها رو ببازه به فرانسیس انگانو. برای زیرگیری اینجا اقدام کرد از فرانسیس انگانو، تونستش بیارتش در خاک اما نتونست کاری از پیش ببره به این صورت و فرانسیس انگانو دوباره اومد در رو و مبارزه به اتمام رسید. بعد از 5 راند مبارزه سنگین با رأی متحد داوران پیروز مبارزه میشه و یه خوشبشی هم با سریرگان میکنه، اما با فرناندو لوپز نه. خیلی مشکل بدی با هم داشتن، نظر مالی به وجود اومده بود و بی‌معرفتیشو اینجا نشون داد یه جورایی فرانسیس انگانو به مربیش. در این مبارزه آسیب دید، زانوش آسیب دید و آسیب بدجوری هم دید و یواش یواش مشکل هم داشت براش به وجود میومد با خود UFC. گفته بود من خیلی فایت خوبی میکنم، من باید تعیین بکنم که خب منم چقدر میخوام پول بگیرم، قرار دادم مشخص باشه، بشینیم نگوشیت کنیم، با هم مشورت بکنیم، به رقمی برسیم. ولی UFC خیلی مونوپولی کار میکنه، خیلی مافیایی با من کار میکنه، میگه که نه باید همینقدر بگیری، مشخصه، فیکس میکنه، ما نمیتونیم تصمیم بگیریم. قرار بود منو بندازن با جان جونز، قرار بود مبارزه سوم داشته باشم با میوچیچ، قرار بود مبارزه دوم داشته باشم با سریلگان، همه اینا انتخابا بود. اما ما تو نگوشیشن، تو مشاوره‌ای که با هم کردیم، تو مشورتی که با هم کردیم، تو نشستی که با هم داشتیم، تو صحبتایی که داشتیم با هم می‌کردیم، نتونستیم همدیگر رو متقاعد کنیم برای این مبارزه. به خاطر اینکه اونا هر چی پول می‌خوان من بگیرم، هر چی اونا میگن من باید بگم چشم، من آدمی نیستم که اینجوری باشم. وایساد جلوی UFC دوستان، فرانسیس انگانو وایساد جلوی UFC و UFC براش خیلی سخت بود این داستان. UFC هم بهش گفت برو اصلا هر کاری می‌خوای بکن، برو تو آزادی، برو دیگه ما باهات کار نداریم. UFC رهاش کرد، اسپانسرها رهاش کردن، همه رهاش کردن. دوباره داشت تنها میشد، دوباره داشت به همون حالت اولش برمیگشت. UFC خیلی ناراحت بود، دیگه نمیتونه تو UFC فایت بکنه، حرف UFC رو گوش نداده. UFC هم میدونید که تو این موارد شوخی نداره، مگر اینکه یه اتفاقات عجیبی تو بیزنس بیافته، همه رو میندازه بیرون اگه بخوان اینجوری وایسن. یکی از اسپانسرهاش همین کریپتو بود، اون هم دیگه باش قطع قرار داد کرد تمامشون. و حتی تو پادکست های مختلف میمد صحبت میکرد، خیلی ناراحت بود از این موضوع، تا اینکه پیشنهاد اومد از سمت تایسون فیوری، بهترین بوکسور سنگین وزن. UFC دید چی؟ وای وای وای، این قراره چه پولی در بیاره. فرانسیس انگانو باید مال ما باشه، نمیتونیم بذاریم بره، باید یه جوری مال خودمون بکنیم. شما بهش پیشنهاد داد که آقا من 8 میلیون دلار بهت میدم به فرانسیس انگانو، بیا UFC 285 با جان جونز مبارزه کن. 8 میلیون دلار بیشترین پولی که در تاریخ پیشنهاد شده به یه نفر، بیشترین پول در سنگین وزن تا بال پیشنهاد شده همین 8 میلیون دلار بوده. قبول نکرد فرانسیس انگانو دوستان، قبول نکرد. کسی که از جای بسیار فقیر اومده، کسی که حتی نون نداشته بخوره، کسی که نداشته کار بکنه، کسی که در معدن کار میکرده، کارهای سنگین میکرده، از کشور کامرون به سختی همه جور حمل و نقلی رو سوار شده، پیاده اومده، با ماشین اومده، با موتور اومده، با قایق رفته توی پاریس، خابیده توی باشگاه، تمرین کرده، زمانی که دستکش نداشته، مبارزات اولش در پاریس، مبارزات اولش در UFC، به چه جاهایی در مدت کوتاه رسیده، قهرمان UFC رو شکست داده، کمربند UFC رو گرفته، همه افتخارات رو کسب کرده، باز دوباره باید بره به همون جایی که بود. ببینید با قایق اومده بود، راه سختی اومده بود، از فنس رد شده بود، چندین بار تلاش کرده بود، زخمی شده بود، فشارهای زیادی رو تحمل کرده، دوباره همه ازش دست کشیدن، همه کنارش گذاشتن. میدونی که پیش خودش گفته بود من 6 بار تلاش کردم که از موراکو، از مراکش بپرم برم اسپانیا، 6 بار نتونستم، 6 بار نذاشتن، 7th بار تونستم، من آدمی نیستم که دست بکشم، 7th بار تونستم رد شدم و من اصلا گیواب نمی کنم و دست نمی کشم، ادامه میدم. من کسی بودم که همه به میخندیدن، فکر میکردم به هیچ جا نمیرسم، من تونستم قله ها رو کسب کنم،
حالا یه سازمان میخواد بیاد رو من قرار بگیره. دوستان یکی از عجیب ترین اتفاقات همینه که آدم هر چیزی که بخواد و باور داشته باشه بهش، باور یعنی که فقط خواستن نیست، اینی که تو میتونی، تو مسیرش هم هستی، مغزت هم اینه که راه رو برای خودت هموار کرده، گفته که من میتونم اینو انجام بدم و انجام داده. حالا دیگه اون یه مرد آزاده، UFC گذاشتتش کنار، اما با این پیشنهاد بزرگ بوکس که کلی پول توشه، دوستان خیلی بیشتر از UFC و MMA توش پول هست، اولین مبارزه بوکسش رو میخواد انجام بده در مقابل تایسون فیوری، کسی که بدون باخته تو سنگین وزن هیچکی نتونسته حریفش بشه، همه حریفاشو قلقم کرده، کسی که آنتونی جاشوا پا به رهنه داره فرار میکنه از مبارزه باهاش، حالا میخواد مبارزه بکنه با تایسون فیوری در بوکس بدون اینکه مبارزه بوکس انجام داده باشه. تحلیل کامل اون مبارزه رو براتون در همین کانال گذاشتیم، حتما برید ببینید مبارزه بوکس تایسون فیوری در مقابل فرانسیس انگانو. دوستان اگر از این سبک برنامه خوشتون اومد و از این برنامه خوشتون اومد، از این مستند حتما برام بنویسید، یه کلمه رمزم میذاریم، اونم مرسی MMA فارسی فکر کنم راحت باشه، یا هر چیزی که شما دوست دارید. من فقط میخوام بدونم تا اینجا دیدید و نظرتون رو برام بنویسید. میدونم مستند رو خیلی دوست دارید، واقعا سخت دوستان یه تک مستند رو گفتن، امیدوارم خوشتون اومده باشه از این سبک برنامه و این سبک داکیومنتری که ما میسازیم، و لطفا حمایت بکنید ما رو، حتما لایک بکنید دوستان که این ویدیو به بقیه هم پیشنهاد بشه. ما هم معمولا ویدیویی که بیشتر مردم جذابیت داشته باشه براشون اونو بیشتر میسازیم، حالا اگه اینا باشه، اینا اگر چیزای دیگه باشه، چون معمولا کمدی هم میذاریم، کمدی در مورد فایت یا موارد دیگه، ولی با شماییم که هستیم، 100 هزار تایی شدیم، 200 هزار تایی میشیم، 300 هزار تایی میشیم، و به امید خدا با وجود شما میلیونی. مرسی از اینکه تا الان همراه ما بودید، دمتون گرم، خدا نگهدار.